خیلی خوش اومدی خانم دکتر. خیلی ممنونم. مرسی از شما. با سلام به شما عزیزان. قربونتون برم. سلام به شما. دوستانم به شما سلام میگن همگی. و همه و همه منتظر پنجشنبه بودند. تماسایی که من دارم برای من خیلی باعث افتخار و خوشحالی هست که میپرسند که این هفته خانم دکتر هستند یا نه. و این برای من باعث خوشحالی و افتخار هست که دوست دارم نظر شما رو در مورد سوال‌ها بدونم. جاودان تی وی به روی اینترنت javedantv.com. در این مورد چیزی که شما بیشتر با مردم مواجه هستید و میبینید چه چیزی رو بیشتر میبینید؟ در این مورد کمی توضیح بفرمایید تا من سوال بعدی مطرح کنم. حتما. مسئله ای که تغییر پیدا کرده اینه که قدر و ارزش پول و پول نقد در حقیقت برای اشخاص بسیار بسیار بالا رفته. شاید اون موقع ها اگر راحت این خورده هایی که توی کیفامون بود رو ماها پخش میکردیم، الان خیلی مشخصتر اشخاص شروع کردن به نگاه کردن به اینه که چقدر این یه سنت، دو سنت، 25 سنت و یه دلار، دو دلار ها مهمتره. و این یکی از مباحثی که تغییر پیدا کرده. قسمت بعدی اینه که من متوجه شدم که خانم ها و آقایان، حالا برای کسی که ازدواج کردن، خیلی موقع یک نفر کارا رو انجام میداد و اونقدر احتیاج نبودش که حتما همه چی روی کاغذ بیاد مشخص بشه، تا آخرین یه دلارها مشخص بشه که چطور هست. امروزه به خاطر شرایطی که اتفاق افتاده، اتفاقا خیلی خوشحالم که میبینم که دو نفر، یعنی هم دو تا همسر، با هم دیگه شروع کردن به اینی که دقت بکنن به اون، نه تنها اون چیزی که دارن خرج میکنن، بلکه شروع کنن سیستم هایی رو به وجود آوردن برای نوشتنش، و توی این نوشتن ها براشون مشخص میشه. من یادم یک بار فقط برای یک ماه شروع کردم نوشتن، کوچکترین چیزی رو که خرج کردم شروع کردم نوشتن، و توی یک ماه متوجه شدم که من 400 دلار در ماه فقط پول استارباکس میدادم. عجب. فقط پول قهوه. در کدام همشون میگه 3 دلاره، 3 دلار که چیزی نیست. حالا تازه 3 دلار زیاده نسبت به قهوه، ولی خب 3 دلار، 4 دلار که چیزی نیست. ولی وقتی که شما هر ماه در ماه شروع میکنید نگاه کردن، میبینید ما هم اصلا، من هیچ وقت باورم نمیشد که این 3 دلار، 3 دلار ها تبدیل میشه به 400 دلار در ماه. خب اگه داشته باشم، فرصتم خوب باشه، دلم میخواد که روی اون قهوه خرج بکنم، خب انتخابمه. ولی دانش من به این مسئله خیلی مهمه، یا اینی که آینه آگاهانه این کار انجام دقیقاً بشه. دقیقاً. این یکی از تفاوت‌هایی که باز من متوجه شدم تازگی‌ها. شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی‌ها برای معرفی خود از وبسایت‌ها استفاده می‌کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه، با جاودان پروداکشن تماس بگیریم. در ضمن اگر می‌خواید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین‌ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می‌تونیم این مهمو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. اگر به دنبال شغل نیمه وقت هستید، از هر کجای دنیا از این موقعیت استثنایی استفاده کنید. با جاودان پروداکشنز تماس بگیرید و یا به روی سایت تلویزیون اینترنتی جاودان رفته و ببینید کدام یک از شغل‌های موجود در این کمپانی مورد علاقه تان هست. تلویزیون اینترنتی جاودان، javedantv.com. قسمت بعدی اینه که خیلی از اشخاصی که از کار بیرون اومدن و دیگه نمیتونن کار بکنن، فرصتی پیدا کردن که یک مقدار نگاه بکنن به اینی که در چه چیزی شاید میتونیم بگیم نچرالن، خوبن، طبیعتشون هست. میگم بعضی موقع ما دنبال کارهایی میگردیم که بالاخره باید مسائل روزمرمون رو بگذرونیم. در نتیجه بی اختیار توی کارهایی افتادیم، داشته خرجمون رو میداده، مسئله خونمون، خونه و زندگیمون رو درست میکرده. در نتیجه دیگه اونقدر پیش فکر نکردیم، دیگه افتادیم توی اون کار رو، بهتر شدیم توش، رفتیم. یعنی منظورتون اینه که توانایی های واقعیشون رو بهش فکر بکنن که چه چیزایی هست که سراغ اون توانایی ها برن. دقیقا. چون شاید بتونن توسط اون توانایی ها درآمدی داشته باشن. دقیقاً. و اینه که حتی توانایی هایی که فکر نمی کردن دارن رو موقعیت هایی براشون پیش اومده که یک دفعه دیدن واو چقدر عالی بوده. مثلا کسانی بودن که یواش یواش همسایه‌شون، دوستشون گفته من دارم این بیزنس رو انجام میدم، الان تو بیکاری، حالا یه روز دو روز بیا من بهت کمک کنم، یا بیا فقط به من کمک کن، بی خودی نشین توی خونه دیپرس میشی، پاشو بیا اونجا با من کار کن، حالا
بعد هم میری سر کار. بعد یواش یواش اون رفته توی کار جدیدی و یک توانایی های جدیدتری از خودش پیدا کرده که هیچ وقت فکر نمی کرده پیدا بکنه. درسته. به خاطر اینکه باز بوده به اینه که برم و چیزهای جدیدی رو امتحان بکنم. بله. یا موقعیتیه که اگر فرزند باز یک کاری رو، یک حرفه ای رو، یک چیزی رو دوست داشته و هیچ وقت فرصت نکرده که بره درسش رو بخونه، برای اینکه بعد کار میکرده. بله. و اولین کاری رو که بهش دادن و رفته سراغ اون و با اینی که اون حرفه رو دوست نداشته ولی چون میگم باز ماهیان پول براش میورده نگه داشته، الان فرصت خوبی شده برای اشخاص که وقتی بیکارن و نمیتونن دوباره اون کار رو سریع به دست بیارن، خیلی از این اشخاص برگشتن مدرسه و دارن دانش پیدا میکنن رو اون چیزی که واقعا دوست داشتن از اون روزای اول، و یا اینکه همون رشته خودشون رو میرن آپدیت میکنن، و بهتر میشن. بسیار ممنون و متشکرم. راستی این رنگم خیلی بهتون میاد. خیلی ممنونم، مرسی. من از این دو رنگه ها خیلی خوشم میاد. جدی طیف رنگی رنگ... دوست دارید؟ طیف رو دوست دارید؟ مرسی. رنگ کلمه جدیده، من کلمه جدیدی فارسی هی یاد میگیرم. طیف رنگی، مرسی. ببخشید من 30 ساله که نبودم ایران، همه کلمات زیبایی رو که یاد فارسی هست رو یاد میگیرم که استفاده کنم. خواهش میکنم. از نظر شما شکست کاری چه معنی میتونه داشته باشه؟ شکست کاری، خب یکی از دلایلش میتونه این که این باشه که خب لی‌آف میشی. لی‌آف شدن یکی از دلایل شکست توی کاره، و اینکه خب دیگه نمیتونی پول در بیاری دیگه. موقعی که یه کارو از دست میدی پول نداری. به نظرم شکست چیزی که آدم به خودش میده، یعنی هر کاری که آدم میکنه نه شکست نه موفقیت، تا موقعی که آدم بگه اوکی این شکست موفقیت. و همیشه به انگلیسی میگن فیدبک هست، یعنی هر کاری شما انجام میدین یه نتیجه میگیرین و این نتیجه شما میگه خب این کار خوب انجام دادم یا میتونم دفعه بعد بهتر انجام بدم. از این نظر مثلا شکست واقعی وجود نداره، مگر اینکه آدم بگه که من شکست خوردم. شکست کاری، خب وقتی که یه شخصی بیکار میشه، لی‌آف میشه و دیگه نمیتونه امرار معاش بکنه از طریق درآمدش، میشه شکست کاری. در مورد شکست پرسیدیم و در زمانی که توی شکست کاری هستند دو تا اتفاقات مختلفی پیش میاد. یکی اینکه اصلا خود اون فرد با خودش احساسی که پیدا میکنه چی هست. خب گفتن که به نظر خودشون شکست کاری چه معنایی داره. آخرین نفر خیلی قشنگ گفت، نه؟ ببینید شکست کاری همونطور که میفرمایید از دو تا قسمت بعد نگاه کرد. یکی اینه که خب ما یک انتظاراتی داشتیم و اون انتظارات به عمل نیومده و اون رو شکست مینامیم. یک زمانیه که جزوی از کل مسائل زندگیه، یعنی بالاخره هر بالایی پایینی داره، هر بخشی از زندگی. در فضای اوج رفتن بالاخره یک فضای اومدن پایینی هم هست. این مسئله‌ای که امروز اتفاق افتاده با اینی که شکست حساب میشه، ولی شکست خصوصی ماها نیست، شکست دنیاست الان. یعنی شما کل دنیا رو که نگاه میکنین میبینین که یک تحولی داره در اون اتفاق میفته که یک مقدار اتفاقایی که داره میفته ما رو هم داره در بر میگیره. میگم من بیشتر صداش میکنم زلزله سیاسی، میگم نه سیاسی، زلزله اقتصادی در حقیقت اتفاق افتاده. ریشش سیاسی. زلزله اقتصادی به وجود اومده. مثل که مثلا وقتی زلزله میاد ممکنه که مثلا خصوصی با من نیست، ولی من باید حتما بالاخره کاری راجبش انجام بدم و شروع بکنم، جمع بکنم و دوباره بازسازی بکنم. و الان هم دقیقا همون موقعیته که اتفاقی افتاده در تمام دنیا که من هم همه، یعنی که کسی نیستش که الزاما من این براش اتفاق نیفتاده باشه، که الان من باید یک فضایی رو به وجود بیارم که دوباره اون چیزهایی که مونده رو بردارم و شروع بکنم به بازسازی کردن.